سرلشکر محمد علی جعفری به قرارگاه فرهنگی بقیت الله رفت. قائم مقام او حسین سلامی جای او نشست. اینجا به جایی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به چه معناست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه 2. حسین سلامی فردی شناخته شده بود، نفر دوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از محمد علی جعفری. آقای جعفری 10 سال فرماندهی را تمام کرده بود و در میانه دوره 3 ساله تمدیدیش بود. حسین سلامی فردی است که با اظهار نظرهای تند و جنجالی معروف بوده، اما به لحاظ عملیاتی او را نمیتوان خارج از تصمیم گیری های سالهای گذشته سپاه پاسداران دانست. آمدن او چه تأثیری بر آینده این نهاد خواهد داشت؟ نخستین کسی که انتصاب سرلشکر سلامی را به او تبریک گفت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود. آیا حضور آقای سلامی مشی سپاه را نسبت به مسائل بین المللی تغییر می‌دهد؟ در برنامه امروز در این باره صحبت می‌کنیم با دو مهمان، محسن سازگارا فعال سیاسی از واشنگتن و مهدی طلعتی تلگر مسائل امنیتی و نظامی از سنگالن سوئیس. خوشحال میگم به هر دوی شما. هر دوی شما آقایون شناخت داخلی نسبت به سپاه دارید، در سالهای گذشته با این نهاد کار کردید از نزدیک. آقای سازگارا از شما میپرسم، آیا به نظر شما نسبت به دوره‌هایی که به هر حال شاهد بودیم، هر دوره 10 ساله‌ای که دیدیم، میشه انتظار تغییری داشت در دوره آقای سلامی یا ادامه وضع موجود؟ نه، فکر نمی کنم تغییر اساسی در سپاه پیدا بشه، الا اینکه آقای سلامی همطور که شما هم گفتید معروف به رجز خوندن و حرفای تند و تیز زدن و سعید صحافوار دائما اظهار نظرهای تند کردن، موضوعی که بیشتر میشه گفت این روزها آقای خامنه ای بهش احتیاج داره برای اینکه هم روحیه بده به افراد خودش، افراد سپاه، و هم به امریکا نشون بده که از حرکات اخیر امریکا مثل تروریست خواندن سپاه یا قطع مافیاهای نفتی جا نمیزنه و نترسیده، بلکه برعکس آدم تند و تیزتری رو بر سر کار گذاشت. جالب هست که من میبینم که دائمی مقایسه میشه و گفته میشه که آقای سلامی آدم تند و تیزتری هست نسبت به سرلشکر جعفری، اما از سرلشکر جعفری هم اظهار نظرهای تندی شنیدیم ظرف ماهای و سالهای گذشته. چه چیزی آقای سلامی رو متفاوت میکنه از او؟ ببینید، آقای جعفری آدم شل وارفته بیزبونی هم هستش، خوبم حرف نمیزنه. آقای سلامی فرقش فقط این است که خیلی با انرژی حرف میزنه و بعدم تند و تیزی هایی که میگیم در حرف البته، وگرنه در عمل به خصوص کاری که به خارج از ایران مربوط باشه اجازه کار دیگه ای رو نداره جز اون که بهش گفته بشه. آدم حرافی است و شبی 3 دفعه تل آویو رو میگیره و هفته 4 دفعه هم واشنگتن رو میاره پایین، همه اروپا رو هم تهدید میکنه. به هر حال به نظرم جنس آقای خامنه ای با بودن ایشون جورتر هم میشه، برای اینکه نگاه کنید دور و بری ایشون اکثرا از همین جنس هستن، امام جمعه ها، مسئولین، اینطور آدم ها رو بیشتر میپسنده. آقای طلعتی تحلیل شما چیه؟ شما چی فکر میکنید؟ ببینید، من موافقم با استازگارا که قطعا تغییر خاصی به وجود نخواهد اومد، خصوصا که توی دهه اخیر تلاش آقای خامنه ای این بوده که سازمان و ساختار سپاه رو به گونه ای تدوین بکنه که در یک جهت خاصی حرکت بکنه. اگه یادمون باشه در سال 1386 یه ایجاد یه مرکز راهبردی برای سپاه طراحی شد که هدفش تعیین ساختار مجدد سپاه و بازبینی در مأموریت‌های سپاه بود و بر همین اساس بود که آقای جعفری اومد بر فرماندهی سپاه قرار گرفت و در طی تمام این سال‌ها هم آقای سلامی معاونشون بوده و در واقع با این برنامه به خوبی آشنایی داره. همونجوری که توی حکمم هست آقای خامنه‌ای گفته همون مسائلی رو که آقای جعفری دنبال کرده شما هم با توان بیشتری دنبال بکنید. بنابراین تغییر خاصی در استراتژی و برنامه و سازمان سپاه به وجود نخواهد آمد. البته این رو من بگم که
هر تشکیلاتی بر اساس نیاز خودش قطعا دست به تغییرات تاکتیکی در ساختار و مأموریت‌هاش میزنه، ولی استراتژی کلان به نظر من تغییری نخواهد کرد. آیا میشه این رو گفت که این استراتژی پیش از این هم به همین شکل در مورد فرماندهان پیشین عمل کرده یا نه؟ میشه گفت که آقای سلامی به خاطر اینکه جانشین آقای جعفری بوده و در سالیان گذشته در تمام تصمیم‌گیری‌های مهم بوده، روند به این شکل است. در دوره‌های پیشین تغییر هر فرمانده ممکن بود منجر به تغییراتی در نگاه، نگرش و عملکرد سپاه بشه. ببینید، به نظر من این، من معتقد به این قضیه هستم که مسائل سپاه قبل از اینکه در داخل سپاه در موردشون تصمیم گیری بشه، در سطح بالاتر، یعنی در سطح رهبری در موردشون تصمیم گیری میشه و فرماندهانی انتخاب میشن که با این تصمیم گیری ها و با این سازه های فکری بیشتر همخوانی داشته باشد. اصلا اصولا سیاست آقای خامنه ای این بوده که استقلال خاصی رو به فرماندهان سپاه، اون هم با این قدرت عظیمی که سپاه داره، نده، بلکه در چنبره بندهای سازمانی نگهشون داره و هر وقت هم خواست هم عوضشون کنه. در واقع این تغییر دوره‌ای فرماندهی که آقای خامنه‌ای به شدت بهش معتقد هست، ناشی از همین قضیه هستش که در سپاه تفکر مستقلی برای شکل نگیره و هیچ احساس استقلالی در درونش پیدا نشه. خیلی اشاره جالبی کرد با توجه به اینکه بسیاری ممکن است که تحلیل کاملا متفاوتی داشته باشند. بسیاری معتقدند که سپاه هست که در واقع داره مملکت رو اداره میکنه، سپاه هست که با آقای خامنه ای دیکته میکنه که چه باید بکنه. این تحلیل رو خیلی میشنویم این بر اون بر. آقای سازگارا، واقعا اگر که این تحلیل که آقای طلعتی الان مطرح کردن رو شما هم قبول دارید به ما بگید، آیا این منطقاً برای مملکتی که نگران قدرتگیری نظامیان هست بهتر نیست اگر که سیاسیون، حالا ممکنه این سیاسیون سیاسیانی باشن که خیلی از مردم هم با اونها موافق نباشن، مثلا آقای خامنه ای رو ممکن خیلی ها قبول نداشته باشن، اما اینکه سیاسیون به هر حال دیکته کنن به نظامی ها چه بکنید، برای مملکت بهتر از این نیست که برعکسش اتفاق افتاده باشه؟ بله، قطعا بهتر است که نظامی ها بیرون از سیاست باشن و سیاست رو به سیاست مداران منتخب مردم واگذار کنند و در واقع تابع اراده ملی باشن از طریق سیاست مداران منتخب. اما در ایران نهاد ولایت فقیه به خصوص در دوره آقای خامنه ای که این دوره 30 ساله ایشون از بیت رهبری یک هیولا ساخته، بیتی که شاید نزدیک 15,000 نفر بهش مستقیم وصلن، نزدیک به نیمی از اقتصاد ایران رو کنترل میکنه، دستش در ده‌ها فعالیت پیدا و پنهان هست، 17 تا سازمان اطلاعاتی فقط به بیت وصله، و آقای خامنه‌ای نوع مدیریتش هم به گونه‌ای بوده که اصلا سلسله مراتب و نظم و ترتیب سازمانی رو هم رعایت نمی‌کنه. گاهی 3 رده پایین‌تر با فلان فرمانده سپاه یا اطلاعات یا قوه قضاییه، یک قاضی، حتی یک بازجو مستقیم دستور داده، مستقیم گزارش خواسته، و به این ترتیب مدیرانی رو میگذاره که این بیشخصیتی رو داشته باشن که اصلا اما و چرا نکنن، هرچی هم دیکته میکنن انجام بدن. اون نظامی که دنبالش میگردیم که دستور میده خود آقای خامنه ایه و خود بیته. به عمامه و عبای ایشون نگاه نکنین، یا آدم نظامی امنیتیه، در واقع ساختار وجودیش هم همینجوره. شما وردینگ و لغتهایشون نگاه کنید، وارد هر بحثی میشه صحبتهای تهاجم و دفاع و لغتهای نظامی به کار میبره. یا با این حساب شما فکر میکنید که بنابراین نمیشه هیچ تفاوتی قائل شد بین شخص آقای خامنه‌ای به عنوان یه شخصیت سیاسی و بدنه‌ای که به عنوان نظامی ها دارن از او دستور میگیرن و کارهایی که او میخواد رو انجام میدن؟ با این حساب آیا فکر میکنید که آقای خامنه‌ای چیزی در سر داره برای ماهای آینده؟ میدونیم که به هر حال سپاه الان در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گرفته، ایران در موقعیت بسیار دشواری به لحاظ اقتصادی هست. همین دیروز آقای پومپئو اعلام کرد که اون معافیت مالیاتی، معافیتی که باعث میشد که بعضی از کشورها کماکان بتونن از ایران نفت بخرن، برداشته میشه تا فروش نفت ایران به صفر برسه. برداشت شما چیه؟
ببینید آقای سلامی غیر از حالا حراف بودن و ته شعاری حرف زدن و هارت و پورت کردن، به نظر من دو تا خاصیت دیگه هم داره که باعث شد وسط اون سه سالی که به عزیز جعفری قول داده بودیشون سلامی رو برداره. خاصیت دیگه اینه که در جریان جنبش سبز ما دیدیم پشت پرده آقای سلامی بسیار آدم بیرحم و آدم کشیه. جعفری آدم کش هست ولی نه به اندازه سلامی. سلامی نعره هاش پشت بیسیم و دستورای زدن و گرفتن و کشتن مردم از یاد کسی نرفته و اصولا آرایش حکومت برای سال 98 شما به وجوه دیگه هم نگاه کنید، در قوه قضاییه، در دستگاه امنیتی، تصفیه هایی که الان داره در اطلاعات سپاه صورت میگیره نگاه کنید همینه. آرایش کشور به شدت به سمت مقابله با مردم داره میره، برای اینکه به حق نگرانن از اینکه کشوری که اقتصادش آبستن تورم 100% و رشد منفی اقتصادی که پایین‌تر از 6.7% تا حتی دو رقمی به گفته وزیر اقتصاد دارایی گفت حتی تا منهای 15% برآورد میشه، نگران اعتراضای مردم. بنابراین سلامی از این حیث هم مهره مناسب تریه. و نکته سومی که سلامی در تمام سالیان که جانشین بوده، ساختار سپاه جوریست که خیلی کارا میره دست جانشین بعد میره سراغ فرمانده، ارتباطات گسترده با بخش های اقتصادی سپاه، قرارگاه خاتم، بنیاد تعاون و غیره داره، بنابراین برای این کار هم آماده است. لذا آقای خامنه‌ای که تصمیم داره تا آخر دوره ترامپ مقاومت کنه و از مذاکره اجتناب کنه، این تغییر آرایش ها رو در داخل کشور برای سرکوب و مقابله های اقتصادی هم در دستور کارش هست. متوجه. آقای طلعتی، مسئله دیگه‌ای که به هر حال برای غرب مهم هست، قبلا هم صحبت های آقای سلامی رو در خط و نشان کشیدن برای غرب شنیدیم، در این زمینه مسئله برنامه موشکی ایران هست. آیا شما تغییری در این زمینه به نظرتون میاد که صورت بگیره با توجه به اینکه آقای سلامی تهدید هم کرده حتی اروپا رو در این زمینه؟ ببینید، باز هم برمیگردیم به این قضیه که اصولا سیاست‌های کلان دفاعی و امنیتی در سطوحی خارج از نیروهای مسلح و در اتاقهای فکری که وابسته کامل به آقای خامنه‌ای هست بسته میشه. بنابراین اگر این اتاقهای فکر به این نتیجه رسیده باشن که توان موشکی ایران و توسعه تسلیحات موشکی ایران ادامه پیدا بکنه، قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد و توی این زمینه سپاه فقط یک مجری خواهد بود. همینطور ارتش و یا اجرایی امکانش رو داره سپاه که چی کار کنه که این طبعاً مثلا برد موشک ها را تا 5000 کیلومتر بالا ببره، اون چیزی که گفته شد. حالا این بحث از توی تئوری که اینها قاعدتاً میتونن بکنن، هنوز هم صحبت این هست موشک هایی که ساخته شده و ادعای بردشون هست، هنوز هیچ کس دقیقاً نمیدونه این موشک ها چقدر میره. میتونن بگن که مثلا ما ساختیم. از نظر دانش فنی هم به نظر من به این امکان دستیابی پیدا کردن که یک همچنین موشکایی رو بسازن. ولی همونجور که آقای سازگارا گفتن، سیاست فعلی نظام مبنی بر این هستش که یک جوری حکومت دولت آقای ترامپ رو تحمل بکنه، ولی در قبالش یه سیاست، یه آرایش تهاجمی در وزارت خارجه، در سپاه و همچنین در سایر مملکت نسبت به سیاست‌های خارجی آمریکا نشون بده. یعنی در واقع گرفتن آرایش جنگی ولی نجنگیدن و صبر کردن هستش. چینش مهره‌ها در واقع به این سمت هستش. ببینید، چینش مهره‌ها رو خوب اشاره کردید. ممکنه یه مقدار راجع به این چینش هم صحبت کنیم، چون بحث بعدیمون هم راجع به جایگاه آقای جعفری و بحث جنگ نرم هست با مهمان دیگری که داریم. ولی من می‌خوام از شما آقایان همین رو بپرسم، این چین الان این در واقع تقسیم قدرت در رده های بالایی سپاه به چه شکل خواهد بود؟ شما گفتید که آقای سلامی پیش از این هم جزو کسانی بود که قدرت رو در دست داشت و قدرت اصلی در دست او بود. الان مثلا جایگاه آقای سلیمانی در مقایسه با آقای سلامی و بعد مثلا فرماندهان دیگری که اسمشون رو میشنویم چگونه خواهد بود؟ این سوال رو از من میپرسید. بله. دیگه ببینید، بس بر سر این هستش که این چینش به این شکل خواهد بود که من به دو تا نکته اشاره بکنم. یه نکته این هستش که آقای سلامی به شدت معتقد به حرکت‌های نهضتی هستش، معتقد هستش که بستر
تناقضات در داخل منطقه یک بستر عقیدتی داره و بر اساس همین تضاد عقیده هستش که ما شاهد هستیم که علیه شیعه و تشیع و جمهوری اسلامی توی منطقه داعش ساخته میشه، گروه های سلفی جهادی ساخته میشن و گروه های مثل القاعده ساخته میشه. بنابراین یکی از کارهایی که ما باید بکنیم این هستش که به شکل بسیج و گسترش نیروهای همگانی تو کشورهای منطقه مثل حشد و شعبی و یا توی سوریه، توی یمن بتونیم با این تفکر فقط به این شکل میشه مقابله کرد. این به یک معنا خواهد بود، یعنی نزدیکتر شدن بیشتر سیاست فرمانده کل سپاه به آقای قاسم سلیمانی یا سیاست‌های خود. از این طرف در داخل هم به سیاست‌های بسیج نزدیکتر خواهد بود، به خاطر اینکه ایشون یکی از حامیان بسیار بزرگ بسیج هستش. یعنی ما این چیز رو متوجه خواهیم شد. در هر صورت از طرف دیگه آقای قاسم سلیمانی شخصیتش توی چند سال گذشته به شکل کاریزماتیک بالاتر از فرمانده سپاه بوده و در حد خودش تعریف می شده و هیچ تاثیرگذاری از سمت فرمانده کل سپاه نسبت به حرکت ایشون دیده نمی شد. عمدتا هم به این معنا گفته می شد که فرمانده سپاه و مابقی سپاه بیشتر بخش تأمین کننده و پشتیبان نیروی قدس و آقای قاسم سلیمانی هستن. یه مطلب دیگه هم که وجود داره در مورد نسل فرماندهانی هستش که دارن حاکم میشن. ببینید این آقای سلامی و نسلی که داره میاد نسلی هستن که سابقه قبل از انقلاب ندارن. سابقه قبل از انقلاب به معنای صرف مبارزات نیست، همونجوری که آقای سازگارا میدونن. اینا توی گروه هایی بودن مثل منصورون، فلق، بعد توحیدی و اینها بودن که یک روابط خاصی رو به وجود آورده بود بین اینها. این روابط سیاسی بود، اجتماعی بود، حتی فامیلی بود. این روابط حفظ شد، بعدها به دو نوع تجلی پیدا کرد. یکی شد، یه بخشش شد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یه بخششون هم توی سپاه موندن. خب اون این تفکر یواش یواش به تدریج داره از سپاه، اون نسل قدیمی داره کنار گذاشته میشه و نسلی میاد که با اون الگوهای های قبل از انقلاب هیچ تعلقی ندارن و فاصله دارن. بله. این چیزی هستش که داره اتفاق میفته. و اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم آقای سازگارا، در شرایطی که در حال حاضر در کشور می‌بینیم نگرانی عمده از این هست. شما گفتین که فعلا استراتژی آقای خامنه ای استراتژی نظامی هستش که تا پایان دوره ترامپ مقاومت بکنن، تا بعد بلکه بشه با یکی دیگه که جای او میاد اگر که بیاد مذاکره ای بکنن. آیا شما میبینید که این به سمت یک تقابل پیش بره؟ از هر دو طرف ما صحبت‌های تندی میشنویم، هم در دولت ترامپ هم در ایران. من اجازه میخوام یک نکته بسیار مهمی رو که آقای طلعتی اشاره کردن من هم از زبان دیگه‌ای بگم. ببینید تو این هیروی رو تو این گرفتاری ها یه اتفاق مهم دیگه هم داره در کشور ما میفته و اون است که تو اون تاریک خونه بیت قدرت داره به پسر آقای خامنه ای منتقل میشه و تو این انتقال در حضور و با نظر خود آقای خامنه ای کسایی که قبل از انقلاب نسل ماها در واقع محسوب میشن همه دارن کنار گذاشته میشن به اسم جوانگرایی، ولی کسایی دارن گذاشته میشن که هویتی قبل از انقلاب ندارن و به آقای مجتبی خامنه ای وفادار باید باشن و نسل جوانتری هن به نسبت. این نکته مهمی است که حالا بحث جداگانه است، ولی خیلی کوتاه جواب بدید ممنون. اگر تقابل بگیم نه، پنتاگون قصدی برای جنگ نداره و صراحتانه مسئولین آمریکایی میگن این کارا رو میکنیم ایران بیاد سر میز بشینه رفتار نرمال داشته باشه. ایران هم تا اونجا که این 40 سال بعد گفت دیده شده شعار میدن ولی در عمل توازن قوا رو وقتی نگاه میکنن از جنگ اجتناب میکنن. البته وقتی تنش انقدر بالاست گاهی ناخواسته ممکنه درگیری پیش بیاد. متشکرم از هر دوی شما آقای سازگارا آقای طلعتی. همونطور که اشاره کردم قصد داریم در این بخش نگاهی بکنیم به جایگاه محمد علی جعفری بعد از برکناری از فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آقای جعفری برخلاف اغلب فرماندهان پیشین سپاه به یک پست مشاوره‌ای منصوب نشده، او به عنوان فرمانده قرارگاه بقیت الله منصوب شده. قرارگاه فرهنگی بقیت الله که به گفته بعضی از بلندپایه‌ترین مقام‌های سپاه خط مقدم نبرد فرهنگی علیه دشمن است.
درباره این موضوع از امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران از نیویورک دعوت کردیم. خوش آمدید آقای رشیدی. اول ممکنه به ما بگید که این پایگاه بقیت الله دقیقاً چه می‌کنه؟ بله، پایگاه بقیت الله در واقع پایگاهی هستش که هولوژ سال 95-96 راه اندازی شد و در واقع مسئول در واقع پیاده سازی سیاست‌های فرهنگی و در واقع اون چیزی که آقای خامنه‌ای بعد از انتخابات 88 ازش به عنوان جنگ نرم یاد کردن هستش. یک سری مسئولیت‌های کلی تو حوزه مبارزه جنگ نرم داره که بخش خیلی زیادش مربوط میشه به اینترنت، یه بخشش مربوط میشه به مسائل مربوط به فرهنگی و هنری و در واقع مسئول این هستش که بتونه اون سیاست‌ها رو بتونه در کشور پیاده سازی بکنه و به اهدافی که تعیین کردن برسه. در مورد بخش اینترنتش صحبت بکنیم، برای اینکه به نظر میاد این بخشی هست که خیلی نیروی بیشتری درش به کار رفته. ممکنه بگید که آیا مثلا میشه گفت که ارتش سایبری که صحبت ازش میشه بخشی از این قرارگاه هست؟ ببینید، در مورد اینکه ارتش سایبری بخشی از این قرارگاه هستش یا نه، نمیشه خیلی دقیق اظهار نظر کرد، به خاطر اینکه به همون اوایل که اعلام کردن یک چنین چیزی ساخته شده، بعدش تقریبا یک سکوت خبری شد و هیچ نوع صحبتی نشد که این ارتش سایبری در واقع کی مسئولش هست، ساختارش کجاست، بودجش از کجا داره تامین میشه. ولی از مجموع در واقع اتفاقاتی که از زمانی که از به خصوص از بعد از 88 به این سمت، میتونیم به این نتیجه برسیم که اگر این قرارگاه مسئول ارتش سایبری نیست، در واقع بخش بزرگی از عملیات سایبری ایران تو حوزه چیزی که بهش میگن جنگ نرم داره تو این قرارگاه اتفاق میفته، سیاست گذاری میشه و در واقع پیاده سازی هم میشه. در مورد پیاده سازی بیشتر صحبت بکنیم. مثلا جایگاه این قرارگاه یا کلن جایگاه سپاه در تصمیم گیری در مورد به عنوان مثال توقف فعالیت اینستاگرام یا مثلا تلگرام، بقیه اپ‌های موجود چجوری هست؟ ببین، من فکر نمی‌کنم در واقع این قرارگاه یا سپاه به طور خیلی مشخص و دقیق در مورد فیلترینگ کار بکنه. کاری که اینها انجام میدن عمدتاً در واقع روی دو محور پایه‌گذاری میشه. یک، در واقع پخش چیزی که حالا ازش به عنوان پروپاگاندا یاد میشه، یعنی سیاست‌ها و خواسته‌ها و منویات در واقع مجموعه حاکمیت ایران، چه در حوزه داخلی و چه در حوزه بین‌الملل، از طریق اینترنت هست، استفاده از شبکه‌های اجتماعی و در واقع استفاده از ابزارهای آنلاین، وبسایت‌ها و چیزهای از این دست، در واقع پخش اون دست از افکار و تفکرات و سیاست‌های مورد تایید حکومت در داخل و خارج، و از طرف دیگه در واقع برخورد هستش، برخوردهای خشن بعضن قضایی هستش با افرادی که تو حوزه های در واقع مسائلی که مربوط به اینترنت میشه فعال هستن. این ممکنه که در واقع یه روزی برخورد بشه با افرادی که تو حوزه مدلینگ دارن کار میکنن، ممکنه یه روزی برخورد بشه با افرادی که روی اینترنت، توییتر، فیسبوک اظهار نظر میکنن، وبلاگ دارن، خبرنگار هستن، و یا ممکنه در یک حالت دیگه خودش رو به شکل حمله های سایبری و حمله های در واقع سایبری نشون بده به فعالین سیاسی اجتماعی در داخل و خارج کشور. بنابراین یه طیف گسترده ای از در واقع پخش اخبار و سیاست های مورد تایید حکومت رو در واقع شامل میشه، تا میرسه به در واقع به حمله های سایبری و مسائلی که به افراد در واقع صدمه میزنه. چه پیامی داره اینکه فرمانده کل سپاه پاسداران الان اومده و در رأس قرارگاه بقیت الله قرار گرفته؟ ببینید، این خیلی اتفاق مهمی هستش، از این جهت که در واقع ما میبینیم که یک فرمانده سپاه، در واقع کسی که در عالی رتبه ترین درجه نظامی میشه گفت در ایران قرار داره، وقتی که در واقع کارش تموم میشه به سمت پایین تر نمیاد، یعنی همونطور که شما گفتی مشاور نمیشه، میره در واقع قرارگاهی رو در دست میگیره که در واقع بازوی جنگ نرم حکومت ایران هستش. آقای عزیز جعفری اگه اظهاراتش در گذشته ببینین، آدمی هستش که خیلی اعتقادی نداره که باید تو چارچوب قانونی کار بکنه، یعنی که مثلا خودشو مسئول نمیدونه در قبال نهادهای انتخابی مثل مجلس. ایشون در مورد جنگ نرم به طور مشخص گفته بودن که وقتی که آقای خامنه‌ای مسئله آتش به اختیار مطرح کرده بودن، گفته بودن که ما تو حوزه جنگ نرم باید آتش به اختیار باشیم، منتظر نباشیم که مسئولین ما از رئیس جمهور تا مجلس کاری بکنن، ما خودمون باید بریم جلو حمله کنیم و در واقع اون اهدافی که مد نظر اون هست رو در نظر بگیریم. بنابراین به نظر میاد گذاشتن آدمی مثل آقای عزیز جعفری در یک چنین سمتی باعث خواهد شد که ما انتظار داشته باشیم که اقدامات فراقانونی بیشتر بشه و در واقع پاسخگویی به نهادهای انتخابی مثل مجلس
از گذشته هم کمتر بشه. در حوزه فعالیت اینترنت به هر حال تعداد زیادی از افراد ظرف سالهای گذشته مورد بازخواست قرار گرفتند. آیا در مورد پرونده اونها هم سپاه به همین شکل نقش داشته یا اونطور که اشاره کردید این نهاد نهادی است که نسبتاً تازه است، قرارگاه بقیت الله، و این اقدامات ممکن هست که بعد از این صورت بگیره؟ سپاه قطعا نقش داشته، عملیات هایی مثل در واقع عنکبوت یا نمیدونم این عملیات هایی که در واقع اون بخش مرکز جرائم جرائم در واقع سازمان یافته سپاه پیگیرش بود که اتفاق خود آقای عزیز جعفری اون مراکز رو راه اندازی کرد. اون مراکز تا قبل از اینکه ایشون فرمانده سپاه بشن وجود نداشتن. ایشون خیلی اعتقاد داره به این موضوعات، در واقع ایشون اون مرکز رو به وجود آورد. وقتی که ایشون داره منتقل میشه به یک نهادی که تعریف شده برای برخورد و فعالیت در جنگ نرم، میشه انتظار داشتش که همون سیاست ها هم با ایشون منتقل بشه و این مرکز در واقع از گذشته هم قوی تر بشه و خیلی جدی تر بخواد توی این حوزه وارد بشه و فعالیت بکنه. من باز یک بار دیگه میخوام این سوال رو مطرح بکنم با توجه به اینکه به هر حال مسئله جنگ سایبری مسئله‌ای هست که بین المللی هست، بسیاری از کشورها الان نگرانش هستن. آیا انتخاب آقای جعفری در این سمت به معنای این هست که ایران هم به جنگ سایبری به عنوان یک جنگ واقعی نگاه میکنه و فکر میکنه که باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کاملی صورت بگیره؟ من فکر میکنم قبل از اینم ایران به این نتیجه رسیده. یعنی اگه که نگاه بکنین همین در واقع روش هایی که استفاده میکنن، حمله های سایبری که چه در داخل و چه در خارج به مخالفین خودشون و یا در واقع کشورهای دیگه صورت میدن، نشون میده که ایران به این نتیجه رسیده که باید تو این حوزه سرمایه گذاری کنه و بیشتر فعال باشه. و دقیقاً وقتی که شما میبینید یه آدمی رو منتقل میکنن به این نقطه که خودش در واقع در سپاه تشکیلات در واقع اینجور جنگ ها و اینجور برخورد ها رو تو حوزه آنلاین به وجود آورده و ساختارش رو تقویت کرده طی سالهایی که تو سپاه بوده، بنابراین اونجا هم همین سیاست به شکل خیلی جدیتر ادامه پیدا خواهد کرد و در واقع اونجا هم ما شاهد این خواهیم بودش که من فکر می‌کنم در آینده ایران تو این حوزه هم خیلی جدیتر از گذشته فعال خواهد کرد و تقویت می‌کنه قدرت خودش رو. امیر رشیدی ممنونم و ممنون از شما که با این صفحه دو همراه بودید. برنامه بعدی روز پنجشنبه. شب و روزتون خوش.